سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. ستاره چپای برازیلی ریال مادرید به کشورش باز خواهد گشت تا برای فلومینزه بازی کند. تنها اشتباه ژاوی این بود که بیهوده انتظارات را از تیمش بالا برد و امیدواری های کسب را ایجاد کرد. به جای دوری جستن از تزریق خوشبینی دروغین به هواداران وعده های خیال بافانه داد. دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان شب گذشته به پایان رسید و تیم ها در انتظار قرعه کشی روز دوشنبه هستند. مارسلو مدافع چپ برازیلی ریال مادرید از جنوری 2007 در وضعیت این باشگاه قرار دارد، ولی افسانه او در ریال مادرید رو به پایان است و مارسلو در پایان فصل باید به دنبال مقصد جدید باشد. ریال تمایل برای تمدید با مارسلو ندارد. بازیکنی که دو سال پیش دیگر فروغ گذشته را از دست داد و تبدیل به یک نیمکت نشین شده است. مسئولیت‌های هر از چندگاه مارسلو نیز او را از یک روند باثبات به دور کرده و دیگر فرم سابق خود را از دست داده است. مارسلو قرار بود تابستان از ریال مادرید جدا شود، ولی ترجیح داد تا پایان قراردادش بماند و مقصد بعدی او احتمالاً تیم در فوتبال برازیل خواهد بود. اخیراً نشریه لانس برازیل خبر از بازگشت احتمالی مارسلو به فلومینزه داد و امروز آیس نیز تایید کرد که تابستان به باشگاه سابقش باز خواهد گشت تا بار دیگر شانس حضور در تیم ملی برازیل را پیدا کند. سال 2006 مارسلو از فلومینزه به ریال مادرید پیوست و اعتقاد دارد تابستان با درخشش در این باشگاه میتواند یک از گزینه‌های تیم ملی برازیل برای جام جهانی 2022 باشد. تورنمنتی که پاییز سال بعد در قطر برگزار خواهد شد. آیس نوشته است که مارسلو مذاکرات مثبت هم داشته و بازگشت او قطعی است. ستاره برازیلی فصل قبل 19 بازی برای ریال انجام داد و 1339 دقیقه در میدان حاضر بود. فصل جاری اما او در 5 بازی تنها 140 دقیقه به میدان رفته است. در 15 فصل گذشته مارسلو 533 بازی برای ریال انجام داد، 38 گل زده و 101 پاس گل نیز داده است. مونیخ تایید مجدد بود بر واقعیتی که مدت‌ها است بارسا سعی در پنهان کردنش داشت. بله، بارسا دیگر جزو تیم‌های درجه یک اروپا نیست و نه در اروپا و در اسپانیا یک تیم الیت محسوب نمی‌شود. بارسا در واقع تیمی است که تنها میتواند با تیم‌های میان رده‌ای و متوسط رقابت نزدیک داشته باشد. حذف شده از لیگ قهرمانان و جدا مانده از کورس مدعیان قهرمانی لالیگا. بارسا فقط چشم به کوپا دل ری و لیگ اروپا دارد و البته در این دو جام نیز مدعی شماره یک نیست. برای سومین بار متوالی این بایر مونیخ بود که سرنوشت را تعیین کرد. پس از شکست 8-2 در لیسبون 3-0 در نیو کمپ 3-0 در آلیانس آرینا و در واقع شکست وحشتناک 4-2 در این سه مساف، ثابت شد که بارسا دچار چه فاصله اقتصادی، مدیریتی و ورزشی عظیم با بایر مونیخ و دیگر مدعیان بزرگ اروپا شده است. در هفته‌های اخیر این گونه برای من توضیح دادند که مشکل بارسا فقط نداشتن یک تمام کننده بزرگ در خط حمله است، ولی مشکل به شکل واضح فراتر از این حرفها است. مشکلات بارسا عمیق‌ترند و باید آن را در مدیریت ورزشی نادرست سالهای گذشته جستجو کرد. جدای میسی بدون اینکه برای جانشینی او فکر اندیشیده شود. در کنار ویرانی اقتصادی حزیم باشگاه، هر گونه برنامه کوتاه یا میان مدت از هر مدیری را به خیال بافی و توهم تبدیل کرده است. خبر خوب این است که این تراژدی بزرگ ارتباط به سرمربی جدید یعنی ژاوی ندارد، کسی که در میانه های فصل و در این شرایط وخیم قبول مسئولیت کرده است. به همین دلیل اتفاقی که شب گذشته در مونیخ رخ داد آینده ژاوی را تهدید نخواهد کرد. علیرغم اختلاف بزرگ که در حیث بین بارسا و بایر مونیخ مشاهده شده، ژاوی اعتبار و قدرت خود را محفوظ نگه داشت. تنها اشتباه ژاوی این بود که بیهوده انتظارات از تیمش را بالا برد و امیدواری های کسب را ایجاد کرد. این است که تیم او میتواند در کوتاه مدت نتیجه بگیرد. مبحث به دور از واقعیت که سوی خوان لاپورتا رئیس باشگاه نیز تقویت شد. در واقع مدیر باشگاه نیز اشتباه ژاوی را تکرار کرد و در هر صحبت و مصاحبه به جای در پیش گرفتن جانب احتیاط و دوری جستن از تزریق خوشبینی دروغین به هواداران و دههای خیال بافانه داد. به این جملات دقت کنید که از زبان ژاوی و لاپورتا در هفته‌های اخیر بارها شنیده شد. ما بارسلونا هستیم، غرورمان را در زمین خواهیم گذاشت و جملات از این دست تنها انتظارات غیر واقعی را در میان هواداران بالا برد، در حالی که این یک امر کاملا غیر ضروری بود. باخت مجدد و بایر مونیخ از این حیث میتواند مفید باشد که مبحث باشگاه از این پس تغییر کند و برای یک بار هم که شده مدیران با واقعیت روبرو شوند. دست از فریب هواداران و دادن قولهای دروغین فتح جامها و تاریخ سازی برداشته و بپذیرند و توضیح بدهند که یک معبر بیابان طولانی در پیش خواهد بود. خبر خوب این است که ناکامی جدید زمان حاصل شده که باشگاه مربی با برنامه بلند مدت و ایده های روشن را در اختیار گرفته است. خبر خوب این است که پروژه ژاوی از دیشب شروع شد، هرچند که باید دید آیا با او اجازه کار خواهند داد یا خیر. امید این است مدیران یک بار هم که شده از شکست درس گرفته و با نگاه دراز مدت با ما هواداران مثل یک فرد بالغ رفتار کند. این تنها پایان یک دوره نیست، بلکه پایان حصر تاریخی است. این پایان دوران مسی است و باید مراقب باشید. همه ما میدانیم که وقت دوران کوبالا و کرویف به پایان رسید چه اتفاق رخ داد. این اتفاق نباید بار دیگر تکرار شود. اولین پایان دوره 3 سال قبل رخ داد، رسوایی که در روم رخ داد اما هیچ کس توجه نکرد. یک سال بعد شرایط در لیورپول بدتر هم شد، اما بار دیگر همه توجهشان را به سمت دیگر معطوف کردند، تا این که شکست 8-2 برابر بایرنی ها که روز گذشته از ضربه نهایی را زد باعث شد همه چیز بر هم بخورد. تغییرات دوره‌ای با حضور مسی در تیم قابل تحمل و جمع شدنی بود، اما همه چیز از مربیان گرفته تا خریدهای جدید و کنار نگذاشتن بازیکنان که تمام شده اند باعث شد این آشوب بدتر و بدتر شود. ناکارآمدی این تیم به حد رسیده که دیگر حتی نمی‌شود در شیوه ویروس کرونا نیز به عنوان توجیه استفاده کرد. امروز بارسا هیچ کیفیت ندارد و در این حال شخصیت نیز در این تیم به چشم نمی‌خورد.
آنها شب گذشته نیاز مبرم به پیروزی داشتند اما نتوانستند شوت در چارچوب بزنند. بارسا امروز بدون میسی، بدون سوارز و بدون گریزمن است و باید با مبلغ سنگین از قرضداری‌ها راهی لیگ اروپا شود. آنها حالا باید در مسابقات پلی‌آف مرحله هشتم لیگ اروپا با میدان بروند. تیم‌های اول هر گروه از رقابت‌های لیگ اروپا به صورت مستقیم به مرحله هشتم نهایی صعود کردند، اما تیم‌های دوم باید دیدار پلی‌آف با تیم‌های سوم گروه‌های لیگ قهرمانان برگزار کنند تا تیم برنده به مرحله هشتم راه پیدا کند. در حال حاضر تنها قرار گرفتن گلاسکو رنجرز در رده دوم جدول گروهش قطعی است. با این حال بارسا در این مرحله به مساف تیم‌های اسپانیایی قرار نخواهد گرفت و بازی برگشت این تیم نیز خارج از نیوکمپ برگزار می‌شود. با توجه به اینکه بارسا در این مرحله برابر ریال بتیس یا ریال سوسیداد در صورت صعود آنها قرار نخواهد گرفت، نگاه به حریف‌های احتمالی بارسا در این مرحله خواهیم داشت. رنجرز گروه A، پی اس وی آین هوان گروه B، لستر سیتی، ناپولی یا اسپارتاک گروه C، اینتراخت فرانکفورت، اولمپیاکوس گروه D، گالاتاسارای یا لاجو گروه E، ستاره سرخ بلگراد، براگا یا میتلند گروه F، دینامو زاگرب یا خنک گروه H. خوان لاپورتا در واکنش به حذف ناباورانه بارسا از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگر وقت آن است که با هم در یک جهت پرو بزنیم. بازیکنان تلاش کردند اما نشد. ما ناراحت هستیم اما باید برای تغییر دادن این وضعیت رو به پیش حرکت کنیم. اکنون بیش از هر زمان دیگر باید کنار یکدیگر باشیم. من امیدوار هستم که با جاوی صحبت کنم. تا کنون هنوز وقت نکردم. شب گذشته مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با تمام کش و قوس‌ها و جذابیتایی که داشت به پایان رسید. تیم‌های صعود کننده به مرحله بعد مشخص شدند و برخی شگفتی‌ها نیز رخ داد که شاید مهمترین آنها حذف بارسا از چمپیونز لیگ و سقوط این تیم بر لیگ اروپا بود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که به دلیل تعویق بازی آتالانتا و ویاریال آخرین تیم صعود کننده به مرحله حذف لیگ قهرمانان امشب مشخص خواهد شد. در این گزارش تیم‌های صعود کرده به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا و قرعه‌های احتمالی آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. گروه A، منچستر سیتی. قابل پیش بینی بود که در این گروه جدال صدرنشینی بین دو تیم منچستر سیتی و پاریس سن ژرمن خواهد بود. با این حال شاگردان پپ گواردیولا یک هفته مانده به پایان دور گروهی و با پیروزی برابر تیم فرانسوی صعود خود به عنوان صدرنشین به مرحله بعدی لیگ قهرمانان را قطعی کرد. قرعه های احتمالی: اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ لیسبون، انتر، بنفیکا، ویاریال یا آتالانتا و سالزبورگ. پاریس سن ژرمن تیم متمول فرانسوی با وجود خریدهای بزرگی که داشت نهایتاً باز هم نتوانست از پس منچستر سیتی بر بیاید. پاریس سن ژرمن در پایان دور گروهی پایین‌تر از تیم پپ گواردیولا به عنوان تیم دوم صعود کرد تا احتمالاً در مرحله هشتم کار دشوارتر پیش رو داشته باشد. قرعه های احتمالی: لیورپول، آژاکس، رئال مادرید، بایر مونیخ، منچستر یونایتد و یوونتوس. گروه B، لیورپول. سرخ‌های آنفیلد یکی از سه تیم به شمار می‌آمدند که با حداکثر امتیاز به مرحله بعدی لیگ قهرمانان صعود کردند. لیورپول که در گروهی بسیار سخت قرار گرفته بود، حریفان را یکی پس از دیگر شکست داد و نهایتاً به عنوان تیم اول صعود کرد. قرعه های احتمالی: پاریس سن ژرمن، اسپورتینگ لیسبون، انتر، بنفیکا، ویاریال یا آتالانتا و سالزبورگ. اتلتیکو مادرید. در این گروه رقابت برای صعود به عنوان تیم دوم تا شب پایانی مسابقات بسیار حساس پیش رفت. با این وجود در نهایت این تیم اتلتیکو بود که با پیروزی مقابل پورتو و با توجه به شکست میلان برابر لیورپول به مرحله حذفی صعود کرد. قرعه های احتمالی: منچستر سیتی، آژاکس، بایر مونیخ، منچستر یونایتد، لیل و یوونتوس. گروه C، آژاکس. تیم هلندی همانند لیورپول با کسب تمام امتیازات به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرد. آژاکس آمار خیره کننده 20 گل زده در مرحله گروهی را با خود به ثبت رساند و حالا شاگردان اریک تن هاگ امیدوار به خاطره سازی دوباره در لیگ قهرمانان اروپا هستند. قرعه احتمالی: پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید، انتر، بنفیکا، ویاریال یا آتالانتا، سالزبورگ و چلسی. اسپورتینگ لیسبون. شاید پیش از آغاز این فصل لیگ قهرمانان اروپا کمتر کس تصور میکرد که اسپورتینگ لیسبون بالاتر از دورتموند جواز حضور در مرحله از لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند، اما تیم پرتغالی با نمایش‌های درخشان خود موفق به انجام چنین مهمی شد. قرعه های احتمالی: منچستر سیتی، لیورپول، رئال مادرید، بایر مونیخ، منچستر یونایتد، لیل و یوونتوس. گروه دی، رئال مادرید. پرافتخارترین تیم لیگ قهرمانان اروپا در این فصل از مسابقات نیز نمایش‌های فوق‌العاده داشته و نهایتاً موفق شد بالاتر از انتر به عنوان صدرنشین صعود کند. شاگردان کارلو آنجلوتی در 5 بازی خود به پیروزی رسیدند و تنها یک باخت عجیب را مقابل شریف تجربه کردند. قرعه های احتمالی: پاریس سن ژرمن، اسپورتینگ لیسبون، بنفیکا، آتالانتا، سالزبورگ و چلسی. انتر. قابل پیش بینی بود که بعد از ریال مادرید نیروزوری از بیشترین شانس برای صعود از این گروه برخوردار باشد. همین اتفاق نیز رخ داد و شاگردان سیمونه اینزاگی یک هفته مانده به پایان مسابقات صعود خود را قطعی کردند، اما در بازی پایانی خود جدال صدرنشینی را به ریال مادرید واگذار کردند. قرعه های احتمالی: منچستر سیتی، لیورپول، آژاکس، بایر مونیخ، منچستر یونایتد و لیل. گروه ای، بایر مونیخ. انتظار می رفت که شاگردان یولیان ناگزمن به عنوان صدرنشین این گروه به مرحله هشتم نهایی لیگ قهرمانان صعود کند. آنها با کسب 6 پیروزی از 6 بازی با قاطعیت راهی مرحله از این رقابت ها شدند. قرعه های احتمالی: پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ لیسبون، انتر، ویاریال یا آتالانتا، سالزبورگ و چلسی. بنفیکا.
با وجود نمایش نه چندان خوب بارسا در هفته‌های ابتدای این فصل، کمتر کس فکر می‌کرد که این تیم پس از 21 سال از صعود به مرحله از لیگ قهرمانان باز مانده و بنفیکا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شود. با این حال این تیم موفق شد با پیروزی برابر بارسا و همچنین دینامو کیف در هفته آخر پس از بایر مونیخ به مرحله 8 نهایی لیگ قهرمانان راه پیدا کند. قرعه‌های احتمالی: منچستر سیتی، لیورپول، آژاکس، رئال مادرید، منچستر یونایتد، لیل و یوونتوس. گروه F: منچستر یونایتد. شیاطین سرخ از ابتدا مدعی اصلی صدرنشینی در این گروه بودند و علی‌رغم تمام فرازنشیب‌هایی که در ماه‌های اخیر تحت هدایت اوله گونار سولشایر داشتند، موفق شدند با گل‌های اساسی که کریستیانو رونالدو برای آنها به ثمر رساند با 11 امتیاز از 6 بازی راهی مرحله 8 شوند. قرعه‌های احتمالی: پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ، انتر، بنفیکا، سالزبورگ. ویاریال یا آتالانتا. تنها بازی باقی مانده از مرحله گروهی لیگ قهرمانان امشب بین دو تیم برگزار خواهد شد. ویاریال با 7 امتیاز در دوم قرار دارد و آتالانتا با 6 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است. این یعنی هر کدام از دو تیمی که در این بازی برنده شوند، به عنوان تیم دوم به مرحله 8 خواهند رسید و در صورت تساوی نیز این تیم اسپانیایی است که راهی مرحله بعد می‌شود. قرعه های احتمالی ویاریال: منچستر سیتی، لیورپول، آژاکس، بایر مونیخ، لیل و یوونتوس. قرعه های احتمالی آتالانتا: منچستر سیتی، لیورپول، آژاکس، رئال مادرید، بایر مونیخ و لیل. گروه جی: لیل. بسیاری انتظار داشتند که سویا با عنوان صدرنشین از این گروه صعود کند، اما لیل برخلاف انتظارات با 11 امتیاز از 6 بازی در صدر ایستاد و سویا در جایگاه سوم قرار گرفت و راهی لیگ رقابت های اروپا شود. قرعه های احتمالی: اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ، انتر، بنفیکا، ویاریال یا آتالانتا، چلسی. سالزبورگ: این تیم دیگر شکوفتی ساز این گروه لقب گرفت و توانست با پیروزی برابر سویا در آخرین دیدار مرحله گروهی با 10 امتیاز از 6 بازی در عدد اون قرار بگیرد و پس از لیل به مرحله 8 لیگ قهرمانان صعود کند. قرعه های احتمالی: منچستر سیتی، لیورپول، آژاکس، رئال مادرید، بایر مونیخ، منچستر یونایتد و یوونتوس. گروه H: یوونتوس. با توجه به شرایط نچندان خوب یوونتوس در رقابت‌های لیگ ایتالیا، شاید بسیاری انتظار صدرنشینی از این تیم در گروهی که چلسی در آن حضور داشت را نداشتند، اما پیروزی شب آخر یووه برابر مالمو و تساوی چلسی برابر زنیت باعث شد که شاگردان آلگری با 15 امتیاز از 6 بازی به عنوان صدرنشین به مرحله 8 نهایی لیگ قهرمانان صعود کند. قرعه های احتمالی: پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید، اسپورتینگ، بنفیکا، ویاریال در صورت صعود، سالزبورگ. چلسی: شاگردان توخیل علی‌رغم نمایش خوبی که در مرحله گروهی داشتند، اما با تساوی 3-3 در آخرین دیدار از مرحله گروهی برابر زنیت شانس صدرنشین در این گروه را از دست داده و با 13 امتیاز از 6 بازی به عنوان تیم دوم راهی مرحله از پیش شد. قرعه های احتمالی: آژاکس، رئال مادرید، بایر مونیخ، لیل. با توجه به قرار گرفتن چلسی، پاریس سن ژرمن، اتلتیکو مادرید و انتر در رده‌های دوم، حضور تیم‌های قدرتمند چون رئال مادرید، منچستر سیتی، یوونتوس و بایر مونیخ در رده‌های اول، به نظر می‌رسد که باید انتظار دیدارهای جذاب را در مرحله 8 نهایی لیگ قهرمانان داشته باشیم. سه تیم از لیگ برتر انگلیس به عنوان صدرنشین به این مرحله راه پیدا کردند و این یعنی چلسی گزینه‌های محدود در این قرعه‌کشی دارد که رئال مادرید، بایر مونیخ در بین آنها هستند و ممکن است یکی از این سه مدعی در همین مرحله از لیگ قهرمانان خداحافظی کند. شاید بهترین قرعه از بین تمام تیم‌های حاضر در گروه جی باشد که لیل به عنوان صدرنشین و سالزبورگ به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی صعود کردند و احتمالاً این دو تیم قرعه مورد علاقه بسیاری از تیم‌های قدرتمند باشند که ترجیح می‌دهند با خیال آسوده به مرحله بعدی لیگ قهرمانان صعود کنند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.